اون وقت راجع به کیفیت عملی که انجام میدند، این از حیث افراط و تفریط باید انسان اجتناب کند. از اون ور هر کس که در اون رژیم وارد بوده، ما بگیم که این همش اینا همشون فاسد. در بین اون افراد افرادی بودن که در اون وقت خون جگر می‌خوردن، لکن الزام داشتن به بعضی کارها. البته اگر جنایاتی از اون صادر شده باشد در اون وقت، اون مسئله دیگر است. اما مجرد این که این آدم در اون وقت در وزارتخانه بوده، در اداره بوده، یا فرض کنید در اون حزب فاسد راستاخیز بوده، مجرد این را نباید شما میزان قرار بدید. در اون وقت شما خوب بودید و ملتفت هستید، غالب شما توجه به این مسائل دارن که در اون وقت الزامی بود مرد ناصالح، مرد فاسد اعلام کرد که هر کس وارد نمیشد در این حزب برد از ایران. خب در یک همچین محیطی ممکن است بسیاری افرادی که با اون رژیم هم مخالف بودند میدیدن چاره ندارن الا اینکه وارد بشن، و ممکن است که در اون وقت یک افرادی در ادارات، در وزارتخانه ها وارد شدن برای تخفیف ظلم. شما گمان نکنید هر کس اون وقت وارد شده پس این ظالم است. ممکن است یک افرادی وارد شده باشند برای اینکه ظلم هایی که در این ادارات، در این وزارتخانه ها، در اون رژیم داده میشد تا یه حدودی تخفیف بش بدن. اینها یه اموری است که اگر خدای نخواسته شما یه بیگناهی یا یک آدم خدمتگزاری که در اون رژیم هم میخواسته خدمت به اسلام بکند، خدمت به ایران بکند، شما یه وقت کنارش بگذارید، به مجرد اینکه وارد در حزب است یا وارد در وزارتخانه است، این یه امری است که صحیح نیست و برای شما صالح نیست. پس ما باید نه از اون ور هر کس اظهار کرد که من مثلا آدم صالحی هستم و حزب الله هستم و چه ابقا کرد، نه از اون طرف هر کس در رژیم سابق یه کاری انجام داده است، یه داخل در یه اداره بوده، داخل در یک وزارتخانه بوده، شما بخواد پاکسازی کنید، اینم درست نیست. یک امر مسلمانی، یک امر موافق با شرع که افراد شناسایی بشن، اگر چنانچه واقعا الان دارن کارشکنی میکنن، ناراضی در بین مردم درست میکنن و امثال اینها، اینا حتما باید معرفی کنید و پاکسازی بشن. یه اشخاصی که خدمت گذارن در رژیم سابق بودن، اما اون وقت هم اینطور نبوده که جنایت کار باشند و مشغول فساد باشن، اونها را نباید ما کنار بگذاریم. بالاخره این کشور محتاج به اداره است، محتاج به خدمتگزار است و باید افراد که کارشناس هستن باشد در این ادارات. به مجرد این که یه احتمالی میدید یا فرض کنید که در همین که اون وقت یه در رژیم سابق یه کاری کرده، اون وقت فرض کنید که در یه محضری بوده است که اونجا شاه هم در اون محضر بوده، این مجرد این مجوز برای بیرون کردن نیست. اگرم هیچ وقت با اونا نبوده لکن با عملشون موافق بوده، هیچ وقت با شاه یه جایی نبوده که عکس بندازه، اما با عمل موافق بوده، کارهای اونها رو اجرا میکرده، ظلمهای اونها رو اجرا میکرده، یه همچون آدمی هم نباید الان در وزارتخانه ها و در جاهایی که محل کار مردم است، محل مراجعات مردم است، اونجا نباید باشه. در هر صورت کار شما در این حالی که یک کار مهمی است، یک کار اسلامی مهمی است، یک خدمت بسیار بزرگ است، مسئولیت بسیار بزرگم دارد. از مسئولیتش غافل نباشید. نباید شما بخواد خدمت بکنید یک وقتی خدای نخواسته خلاف او بشه، بخواد عبادت بکنید و خدا نخواسته معصیت بشه.